خانم مریم رجوی. لرزه های آبان آتشین و جوشش خون بیش از 1500 شهید آن حکومت آخوندها را رها نکرده و نمی کند. به همین دلیل قضائیه جلادان از ترس قیام های کمین کرده به صدور حکم اعدام برای 3 تن از دستگیر شدگان آبان رو آورده است. اما با چنان طوفان خشم و انزجاری روبرو شده که هرگز فکرش را نمی کرد. قضایه جلادان زیر فشار میلیون‌ها توییت هموطنان علیه اعدام 3 جوان شورشگر. طوفان توییت و انفجار سایبری علیه اعدام جوانان شورشی. 8,107,000 توییت تا ساعت 12 ظهر روز پنجشنبه. درماندگی و تشبثات رژیم آخوندی. هشتگ اعدام نکنید به ترند فضای مجازی تبدیل شده. هشتگی که در اعتراض به حکم اعدام 3 فرد مرتبط با حوادث آبان ماه 98 اوج گرفت. در ترند شدن این هشتگ گرچه به نظر میرسد اکانت هایی با موقعیت های جغرافیایی خاص و سوال برانگیز مثل آلبانی و یا حتی عربستان سعودی نقش داشتند، اما شاید بخش قابل توجهی از کسانی که در داخل کشور به این دلیل در صفحاتشان هشتگ زدند هم کم نباشد. از برخی فعالان سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای و فعالان فضای مجازی گرفته تا تعداد قابل توجهی از چهره های شناخته شده حوزه هنر و ورزش. اما سوی دیگر نیز برخی انتقادها به اطلاع رسانی درست و به موقع درباره این گونه خبرهاست که توسط فعالان رسانه‌ای و اجتماعی شکل گرفته، نقد به نهادهایی که وظیفه اطلاع رسانی به موقع و شفاف سازی را دارند تا با اقناع افکار عمومی پیش از آنکه ادعی به دلیل آگاه نبودن از اصل ماجرا تحت تاثیر قرار بگیرند جلوی هر گونه سوء استفاده گرفته شود. بعد از دستگیری مشخص شد در گوشی موبایل خود این افراد، اینها صحنه هایی که بانک آتیش میزنن، صحنه هایی که اماکن عمومی رو آتیش میزنن، صحنه هایی که اتوبوس های مربوط به شهرداری رو آتیش میزنن و اقدامات خرابکارانه ای رو که انجام دادن و با جسارت از اعمال مجرمانه خودشون فیلم برداری کردن. این فیلم ها رو برای برخی از خبرگزاری‌های خارج از کشور ارسال کردند. یادآوری می‌کنیم که دشخیم اسماعیلی، سخنگوی آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، روز 7 تیر 99 نیز ادعا کرد در ارتباط با این افراد، خب هم در زمینه اغتشاشات بودند، در آتش زدن پمپ بنزین، در آتش زدن ماشین شهرداری، در تخریب بانک و آتش زدن اون، در یغما بردن ثروت مردم جنایت‌هایی رو انجام داده بودن. البته اینها در این بخش کارشون اینا بود. بعد که ورود پیدا کردیم دیدیم اینا پرونده سرقت مسلحانه دارن، البته با سلاح سرد. اینها ارتباطاتی با خارج از کشور دارن، از جنایت‌های خودشون فیلم تهیه کردن به خارج از کشور فرستادن. یکی از اینها در سفری که قبلا به خارج از کشور داشته در آلمان ارتباط با جریان نفاق پیدا کرده، در کمپ منافقین حاضر شده، از اونها خط و مشی گرفته. آمار 6 میلیون لایک پست های اینستاگرامی با هشتگ اعدام نکنید و بیش از 8000 پست در کانال های تلگرامی نشان از آن دارد که این مطالبه مردمی است که خواستار توقف اجرای حکم این 3 جوان محکوم به اعدامند. هرچه بود حرف این گروه از کاربران روشن بود، اینکه اولا مسائل قضایی باید از مجاری قانونی و قضایی پیگیری شود و نکته جالب توجه رویکرد متفاوت توییتری جلوداری جوانان و کسانی بود که خود سن و سالی مشابه آن 3 جوان محکوم به اعدام داشتند. سایت حکومتی صراط، محمد ایمانی از سرمقاله نویسان کیهان. خامنه‌ای: موضوع کمی پیچیده است،
مثل بمبی که باید با حوصله و دقت تبیین و خونسا کرد. طراحان پروژه می‌دانند که موضوع گرانی ناگهانی بنزین در آبان 98 مردم بسیاری را شوکه و عصبانی کرد. بنابراین سعی می‌کنند از همان ظرفیت استفاده کنند. شبیه این شبهه که مجازات اعتراض به گرانی بنزین اعدام نیست. مجازات سه متهم یک موضوع است و تدارک کنندگان فتنه و آشوب بنزینی و مشتاقان تداوم آن موضوعی دیگر. اما امروز طراحان اصلی هشتگ اعدام نکنید همانها هستند که خمینی را به خاطر مجازات مجاهدین مورد ملامت قرار دادند. داغ دل مستکبرانی که سال 67 خیال کردند با مجاهدین تهران را فتح می کنند هرگز فروکش نخواهد کرد. در این میان عجیب این بود که یک نامزد انتخاباتی در سال 96 با مجاهدین هم نوا شد و با تختعه جریان انقلابی گفت من اینها را می شناسم. 38 سال است می خواهند چوبه دار و اعدام در کشور برپا کنند. فضاسازی رسانه‌ای مسموم موجب شد خامنه‌ای بر سر قبر خمینی درباره تحریفگری دشمن و عوض شدن جای شهید و جلاد هشدار بدهند. وقتی نوبت مجازات برخی متهمان می‌رسد، هم مجاهدین محارب و هم حامیان سیاسی انتخاباتی فتنه بنزینی هشتگ می‌زنند اعدام نکنید. این همپوشانی تصادفی است؟ دشمن در حال تداوم عملیات و اسکی رفتن روی موج برخی سوء تعبیرهاست و در این شرایط در هر فعالیت رسانه‌ای باید فاصله گذاری جدی با عملیات دشمن و دواعش و قاتلان 17,000 شهروند ایرانی را حفظ کرد. اما سواری ندادن و دوشیده نشدن حداقل مسئولیت در شرایط فتنه است. آخوند مصطفی درایتی: صدا و پیام جامعه را باید شنید، نباید همواره با نادیده و نشنیده گرفتن این نارضایتی ها زمینه تشدید آنها را ایجاد کرد. در جریان هر حرکت اعتراضی هم که رخ می دهد، نباید آن را با سنگین ترین اتهام مجازات کرد، چرا که حتما با حوادثی روبرو خواهیم بود که برای حاکمیت پرهزینه تر خواهد بود. اگر نمک به زخم مردم بپاشیم، تبعات سنگین و سختی خواهد داشت. اگر این گونه حوادث اجتماعی مدیریت نشود، آینده سیاسی سخت و پرهزینه‌ای در انتظار ماست. گروهک منافقین که سابقه ترور 17,000 ایرانی در 4 دهه گذشته را در کارنامه خود دارند نیز در موضع‌گیری‌های نمکینی با اعدام مخالفت کرده‌اند. ماجرای حضورهای جاهلانه و فرصت طلبانه برخی سلبریتی‌ها در چنین کمپینی بار دیگر مصیبت نقش‌آفرینی‌های معمولاً مخرب اجتماعی برخی افراد فرصت طلب حاضر در گروه سلبریتی ها را زنده کرده است. گروهی که برخی از آنها تقریباً در تمام مواجهه ها و موضع‌گیری های سیاسی خود اشتباه و به عبارت بهتر فرصت طلبی می کند و در عین حال مسئولیت هیچ اشتباهی را نیز نمی پذیرد. مسئله بعدی پیوستن بدون تحقیق بسیاری از شهروندان عادی در چنین کمپین هایی است. اگرچه ضعف در اطلاع رسانی نهادهای رسمی و رسانه ها خلأ بزرگی است که باعث می شود در وجود چنین نقیصه ای به بسیاری از شهروندان حق داد که اسیر جفسازی ها و فضاسازی های غلط شوند. قطعا هر فردی آنگاه که می بیند ناغافل با امثال ترامپ و مریم رجوی و رضا ربع پهلوی همسو و هم موضع شده باید در موضوع تردید کرده و کاوش عمیق‌تری در ماجرا انجام دهد و اسیر فضاسازی‌های مجازی نشود. یک جریان سیاسی بیش از 41 سال است که از هیچ تلاشی برای برگرداندن ایران به وضعیت بردگی دریغ نمی‌کند. آمال این جریان رساندن ملت ایران به وضعیتی است که میلیون‌ها نفر از مردم در قحطی و بیچارگی کشته شوند و هیچ مقاومتی در کشور علیه این بیگانگان صورت نگیرد. توییت عفو بین الملل: میلیون ها بار در شبکه‌های اجتماعی خواستار لغو اعدام سه جوان ایرانی شدند.
عفو بین الملل 15 ژوئیه 2020. شما میلیون ها بار در شبکه های اجتماعی خطاب به مقام های رژیم ایران نوشتید که 3 جوان ایرانی را اعدام نکنید. صدای شما نیرومند است. تلاش شما جهان را تغییر می دهد. عفو بین الملل همواره کنار شماست. توییتر رئیس جمهور آمریکا درباره حکم اعدام 3 جوان شورشگر در ایران 25 تیر 99. 3 نفر در ایران برای شرکت کردن در تظاهرات محکوم به مرگ شدند. اعدام آنها در هر لحظه قابل انتظار است. اعدام این 3 نفر پیامی اسفناک به دنیا می فرستد و نباید انجام شود. توییت وزیر خارجه دانمارک: تایید حکم اعدام 3 جوان ایرانی باعث نگرانی عمیق است. وزیر خارجه دانمارک 15 ژوئیه 2020: من نسبت به تایید حکم اعدام علیه 3 جوان که در تظاهرات سال گذشته ایران شرکت کردند عمیقا نگرانم. استمرار نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران و به کارگیری مجازات اعدام کماکان باعث نگرانی عمیق ماست. به بررسی مجدد این پرونده فراخوان می‌دهم. توییت وزیر خارجه سوئد: از مجازات اعدام 3 تظاهرکننده ایرانی نگران هستیم. وزیر خارجه سوئد 15 ژوئیه 2020: سوئد همیشه و در همه شرایط قویاً با استفاده از مجازات اعدام به صورت جهانی مخالف است. علاوه بر اینکه عمیقاً در مورد تایید مجازات اعدام برای 3 تظاهرکننده در ایران نگران است.